سلام دکتر تبری عزیز، با میدیم اینکس خوش آمدین. امیدالله فریدی هستم و سلسله درس های فیزیولوژی من در مورد بادی فلوید صحبت میکنیم، یعنی مایات بدن. خب در درس امروزی در مورد ازی صحبت میکنیم که مایات بدن چقدر بدن که است، در مجموع چقدر وزن بدنه مایات یا آب تشکیل داده و بعد از او روزانه چقدر ما به اخذ مایات ضرورت داریم و چقدر ضایع میشه و کدام اشکال از کدام طریقه ها دوباره پس امی آب ضایع میشه و همچنان بعد از او هم در مورد بادی فلوید کامپارتمنت صحبت میکنیم، یعنی در کدام بخش هایی نمی توزیع شده بادی فلوید یا مایات بدن. خب بادی فلوید نظر به وزن بدن total body water، یعنی مقدار آبی که در بدن موجود است به طور مجموعی، به طور توتال، که را به حرف TBW هم نشان میدیم. مقدار مجموعی آبی که در بدن موجود است، اگر ما به طور متوسط بگیریم یک شخص 70 ساله را، یک شخص 70 ساله که مرد باشه، من در این شخص از جمله 70، اینمی 70 کیلوی ازی، از جمله 70 کیلو ازی 60% ازی چی می باشه؟ آب. 60% ازی را آب تشکیل داده، یعنی 42 لیتر، یعنی چند لیتر؟ 42 لیتر یا 60% ازی مرد آب تشکیل داده. Total body water در یک مرد 70 ساله چند می باشه؟ 60% بدنش تشکیل می ده، یعنی 42 لیتر، در حالتی که یک شخص سالم باشه، 70 کیلو وزن داشته باشه و مرد باشه. اما در خانم ها فرق میکنه، در خانم ها 50% وزن بدنشان آب تشکیل داده، یعنی 60% نیست 50%. به خاطر چی؟ چون به خاطر موجودیت شحمیات از دریجه در بدن، از بدن مردها کرده، در بدن خانم ها شحم زیادتر است، به خاطر از اینکه در شحم باز آب کمتر می باشه، به او خاطر است که بسیار بهت در شحم آب کمتر است، به او خاطر است که مقدار آبی که در بدن از یا موجود می باشه total body water از یا چند است؟ 50% بدنشان تشکیل می ته، یعنی 50% وزن بدن از یا چی تشکیل می ته؟ آب تشکیل می ته. و در premature و newborn babies، یعنی اطفالی که هنوز تولد نشدن و یا هم newborn هستن، یعنی نوزاد هستن، نو تولد شدن، در این اطفال 70% تا 75% وزن بدن از یارا آب تشکیل میده. پس ما از این میفهمیم که آب بدن که است، مایات بدن در اطفال، در اطفال تازه تولد شدن و همچنان در مردها، در مردهای جوان نسبتاً بیشتر می باشد. در یام ببینین 70 تا 75 است و در یام 60 است. ولی هر قدر که سن یک شخص بلند میره و یا هم در خانم ها نسبتاً فیصدی آب بدن در وجود از یا کمتر می باشد. TBW یا Total Body Water با چند چیز وابسته می باشد؟ در این قسمت نوشته می کنم TBW، یعنی در هر شخص 60% وزن بدن از او را آب تشکیل نداده، 50% نیست و در این شکل 70-75% در تمام اشخاص نیست، خود یک حد و اوسط است که در کتاب ها ذکر شدن. Total body water که است به چند چیز وابسته می باشه، یکی به age، یکی به عمر وابسته هست، چون در اشخاص که همین قسمی گفتیم، در نیوبورن بیبیز یعنی نوزادها که هستن، نسبتاً آب بدنشان بیشتر است نسبت به یک شخصی که سنش بلند رفته. مثلا در این مرد که 70 ساله هست، 70 کیلو وزنش هست و تقریبا در سنین بلوغیت قرار داره، 60% وزن بدنش آب تشکیل میده، اما در نوزادا 70 تا 75% تشکیل میده. به خاطر اینکه یک فاکتور که در اینجا رول داره او ایج میباشه، دیگه فاکتور هم جنسیت میباشه، جندر. و همین شکل گفتیم، ببینین در مردها 60% است، در خانم ها 50% است. چرا؟ چون در خانم ها به خاطر موجودیت انساج شحمی است که
در این جهت توتال بادی واتر یا مقدار مایعاتی که در بدن اجزا می باشد کمتر است، چون شحمیات در شحمیات کس مقدار آب کمتر می باشد، به او خاطر است که در خانم ها مقدار آب بدنشان کمتر می باشد. و بعد از او هم چیز دیگه که در جرب داره، دیگری آف obesity، یعنی درجه چاقی. هر قدر که یک شخص چاق باشه بیشتر، هر قدر که در وجود یک شخص شحم بیشتر باشه، با بو اندازه total body water از او چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. چون ما گفتیم body fat یا انساج شحمی با body water، آب بدن و انساج شحمی که است، این دو دانه با همدیگر رابطه معکوس دارن. هر قدر که انساج شحمی در یک شخص زیاد میشه، یعنی چاق شده، در او آب بدنش کمتر است. و هر قدر که یک شخص سالم میباشه، مثلا در 70 کیلو یک شخص سالم میباشه و چاق هم نیست، پس در این حالت ببینین وزن بدنش 60% چی تشکیل میده؟ آب تشکیل میده. ولی اگر همین شخص چاق باشه و همچنان وزن بدنش بیشتر باشه، در این حالت است که فیصدی توتال بادی واتر چی میشه؟ کاش پیدا میکنه. پس به اینی سه چیز است که توتال بادی واتر به یا ربط داره. و حالا هم در مورد دایلی انتیک آف واتر صحبت میکنیم. روزانه یک شخص به چقدر آب ضرورت داره که باید اخذ کنه؟ انتیک آف واتر. یک شخصی که سالم است در یک اتاقی که هوا دمای هوا در اونجا نرمال باشه و به می شکل شخص فعالیت فیزیکی رو یعنی انجام نمیده و در حالت رست قرار داره، این شخص چقدر آب ضرورت داره که باید استفاده کنه؟ و دو منبعی است که از این طریق میتونه که آب پر کنه، دو میجور سورس یا دو منبع موجود میباشه که از این طریق آب تهیه میکنه. یکی از طریق همین غذا یا طریق مایاتی که استفاده میکنه، از طریق لیکویدز مایاتی که استفاده میکنه که در غذاها میباشه، از طریق ازی و همچنان دیگه از طریق اکسیدیشن کربوهیدرات، یعنی از طریق میتابولیزم کاربز یا کربوهیدرات ها و به می شکل از خود غذاها میتونن که این مقدار آبی که ضرورت داره این رو پاره کنن. از طریق مایات که هست یا از طریق غذایی که اخذ میکنم، 2100 میلی لیتر، تقریبا 2100 میلی لیتر روزانه از این طریق باید اخذ کنه. 2100 میلی لیتر پر دی روزانه از این طریق اخذ میکنه. و از طریق اکسیدیشن آف کاربز در بدن ما، زمانی که کربوهیدرات به میتابولیزم میرسه، در این هنگام هم 200 میلی لیتر آب در روز تولید میشه. در مجموع ببینین 2100 جمع 200 2300 میشه. پس دایلی انتیک یک شخص باید چند باشه؟ 2100 میلی لیتر پر دی باشه، در روز باشه. پس 2300 میلی لیتر در یک روز، در روز یک شخص ضرورت داره که در یک اتاق که دمای حرارت یا درجه حرارت در اونجا نرمال باشه، سالم باشه شخص و به می شکل در حالت رست باشه، یعنی فعالیت فیزیکی رو انجام نده، 2300 میلی لیتر آب در روز ضرورت داره. ولی این میتونه که در اشخاص نظر به بعضی فاکتورهایی است که فرق کنه. مثلا نظر به فیزیکال اکتیویتی، یک شخصی که فعالیت بیشتر انجام میده پس به آب بیشتر ضرورت داره، به مایعات بیشتر ضرورت داره. به می شکل افزایش تمپریچر، درجه حرارت وقتی که افزایش پیدا میکنه به خاطر از اینکه از طریق عرق کردن یک مقدار آب ضایع میشه، به خاطر از که این به آب بیشتر ضرورت داره. و به می شکل نظر به کلایمت چینج یا تغییر اقلیم آب و هوا، نظر به ساحاتی که شخص زندگی میکنه، نظر به افراد متفاوت که هر شخص، نظر به سنی که داره، نظر به وزنی که داره، مقدار آبی که باید اخذ کنه، این فرق میکنه. و بعد زمین در مورد زیای روزانه آب صحبت میکنیم. چقدر آبی که شخص اخذ کرد، اینال از کدام طریقه ها است که اینمی آب دوباره پسی چی میشه؟ ضایع میشه. Body water. از طریقه هایی که دوباره پس اینمی آب ضایع میشه، یکی ازی توسط کدنی، by kidney. توسط کدنی دوباره پس امی مقدار
مایات بدن که دوباره پس در اصل خون است، خود پلازمات فیلتر میشه توسط کدنی. وقتی پلازما فیلتر شد، مقدار مایات اضافه که می باشد دوباره پس از این طریق، یا مقدار مایات که غیر ضروری است از این طریق چی میشه؟ دوباره پس این اطرا میشه از طریق کدنی، که روزانه به مقدار 1400 میلی لیتر در یک روز از طریق کدنی دوباره پس آب زایی میشه. و دومین چیزی که در اینجا می باشه او عبارت از سویت یا عرق. از طریق عرق کردن هم یک مقدار آب روزانه زایی میشه. 100 میلی لیتر در حالت نرمال. در حالت نرمال روزانه 100 میلی لیتر آب بدن که است از طریق عرق کردن زایی میشه. ولی اگر در حالت باشه که افزایش درجه حرارت باشه، تمپریچر افزایش پیدا کنه، یا هم یک شخص فعالیت فیزیکی شدید انجام بده، در این حالت است که میتونه حتی با مقدار 1 تا 2 لیتر آب در ظرف 1 ساعت زایی شوه. این خود در روز است و در 1 ساعت هم میتونه زایی شوه. و بعد از او از طریق سکن یا جلد، از طریق خود جلد بدون سویت گلند ها، بدون عرق کردن هم از طریق جلد میتونه که از این طریق چی شود؟ یک مقدار آب زایی شود که تقریبا از 300 تا 400 میلی لیتر آب در روز میتونه از طریق جلد زایی شود. ولی حد وسط از این 350 میلی لیتر در یک روز میگیره. و چهارمین طریقی که از اون طریق مایات بدن میتونه که از این طریق شوه اطرا شوه، چهارمین طریقش هم از طریق respiratory tract میباشه. respiratory tract یا طرق تنفسی. از طرق تنفسی هم میتونه که 300 تا 400 میلی لیتر در روز باشه. در روز 300 تا 400 میلی لیتر، ولی حد وسط از این هم که میگیرن 350 میلی لیتر میگن میباشه در یک روز. از طرق تنفسی، زمانی که ما تنفس میکنیم، انسپایریشن، اکسپایریشن، شهیق و زفیر انجام میدیم، در این حالت هم که از 350 میلی لیتر در یک روز میتونه که آب بدن از این طریق شود زایی شود. و پنجمین طریق یا مسیری که آب بدن از این طریق زایی میشه از طریق water loss in feces، از طریق مواد غایطه. در مواد غایطه هم یک مقدار آب زایی میشه که تقریبا 100 میلی لیتر در روز میتونه از این طریق زایی شوه. خب اینی 5 طریقی است که از این طریق میتونه روزانه آب بدن زایی شوه. از طریق کدنی 1400 میلی لیتر در روز، از طریق سویت گلند ها که است یعنی به شکل عرق 100 میلی لیتر در روز گفتیم میتونه افزایش هم پیدا کنه. و بعد از او در اسکن است که 300 تا 400 حد وسطش 350 میلی لیتر در روز می باشه. و از طریق جلد که است، حتی در اشخاصی که سویت گلند ندارن، یعنی قدوات عرقی هم ندارن، هیچ تولد شدن یک شخص تولد شده به شکل ولادی هیچ قدوات عرقی نداره، در او هم که قدوات عرقی نداشته باشه از طریق جلد میتونه که 350 میلی لیتر در یک روز زایع شوه آب، یعنی ای با سویت گلند ارتباط نداره. و بعد زور ریسپایریشن ترکت است که 350 میلی لیتر میتونه که از این طریق هم زایع شوه. البته از طریق اسکن و از طریق ریسپایریشن ترکت، یعنی 700 میلی لیتر آب که روزانه از این طریق زایی میشه، ایره ما نمیتونیم حس کنیم، یعنی شوری ای حس نمیشه، ما نمیتونیم ایره ببینیم. مثل که از طریق تنفس زایی میشه، ولی شما ایره نمیتونین ببینین که 350 میلی لیتر آب در روز زایی میشه. و می شکل از طریق اسکن یا جلد که زایی میشه، او عرق چیز جداست، او جداست گفتیم، اما از طریق اسکن که زایی میشه ایره نمیتونیم یاره حس کنیم، یاره میگن insensible water loss به این نام یادش میکنیم. خب و در اثر respiratory tract در هنگامی که آب و هوای سرد باشه، حتی میتونه که اینی حد افزایش هم پیدا کنه و همی است که باعث از این میشه که قسمت سیستم تنفسی می طرق تنفسی کسی یک خشکی پیدا میشه. دلیل خشکیش هم همی میباشه، چون مقدار مایاتی که از در این ساحه بیشتر در حالتی که هوا سرد باشه خارج میشه. و در مواد غایطه میتونه روزانه 100 میلی لیتر در روز زایی شوه، ولی در حالتی که سیویر دایریا باشه، یعنی اسهالات باشه، در این حالتی مقدار افزایش پیدا میکنه. خب این بود در مورد زیای روزانه آب. حالا میایم در مورد distribution of body fluids صحبت میکنیم. اما قسمی گفتیم آل در مورد distribution of water صحبت میکنیم، یعنی در مورد توزیع آب، که آب بدن که است که ما در موردش گفتیم که 60% بدن آب تشکیل داده. اینال اینمی آب با کدام ساحاتی تقسیم بندی شدن؟ در کل آب بدن با 2 ساحت تقسیم میشن.
به دو بخش تقسیم بندی شدن در کل. به طور عموم که یکی از این را میگیم intracellular fluid، intracellular fluid یعنی مایعات داخل حجروی، و دیگه چه میگیم extracellular fluid یعنی مایعات خارج حجروی. ببینیم مایعات بدن به طور عموم گفتیم به دو ساحه تقسیم شدن. یکی مایعاتی که در ساحه در داخل حجرات قرار دارن، اینی ساحه اینی حجرات است. مایعاتی که در داخل حجرات قرار دارن ایره چی ما بنام چی یاد کردیم؟ بنام intracellular fluid یاد کردیم. مایعاتی که در این ساحه قرار می داشته باشن میگیم intracellular fluid یا مایعات داخل حجروی، یا هم به شکل مخفف برازی میگن ICF intracellular fluid، که در این حجرات در تمام حجرات دیگه قرار دارن. درست است؟ در داخل حجرات یا قرار دارن. و پس در اصل ما total body water را گفتیم که باید دو بخش تقسیم میشه. در اصل اگه بگویم total body water یعنی مقدار مجموعی آب که در بدن ما موجود میباشه کنم اون 60% است. اینی 60% در اصل به دو بخش تقسیم کردیم. یکش intracellular fluid بود، دیگهش extracellular fluid. intracellular fluid مایعاتی که در داخل حجرات ما قرار داره، extracellular fluid مایعاتی که خارج از حجرات قرار داره. مثلا مایعاتی که در این ساحه در خارج از حجرات در قسمت interstitium قرار داره، و یا مایعاتی که در داخل وریدها و شریانها و در داخل ازیا قرار داره، یا را برنامه چی یاد میکنیم؟ یا را میگیم که extracellular fluid چون خارج از حجرات قرار داره. انترا داخل، سلولر حجرات، فلوید مایات. اکسترا خارج، سلولر حجرات و فلوید هم مایات هم میگن. ECF. درست است؟ extracellular fluid. الان از اینی 60% که در اینجا بود total body water. ای با دو بخش تقسیم میشه. intracellular fluid که است در اینجا از اون 60% 40%ش در داخل حجرات میباشه. 40%ش در داخل حجرات می باشه، 20% از خارج از حجرات می باشه. در این ساحه. درست است؟ یعنی در تمام بدن ما، در تمام بدن ما 40% آبی که موجود می باشه او در داخل حجراتش موجود می باشه. یعنی تریلیون حجراتی که موجود است در داخل از یا در تمامشان آبی که موجود می باشه 40% وزن بدن اینمی تشکیل داده. درست است؟ این 40% اگر به حساب لیتر بگیم 28 لیتر وزن بدن تشکیل داده. 28 لیتر آب بدن در میچه می باشه. در داخل چی می باشه؟ در داخل حجرات می باشه. و به می شکل از اینی ایجا خوب گفتیم که 42 لیتر می باشه. میشه. درست است؟ این حال از اینی 42 لیتر 28ش ایجا می باشه. 14ش هم اینجا می باشه. در خارج حجرات. در نتیجه گفتیم که total body water بعد باش تقسیم شد. intracellular fluid، extracellular fluid 40% در قسمت است، 20% هم در او قسمت می باشد. خب ببینید extracellular fluid یا مایعاتی که در خارج حجرات قرار داره این باز به دو بخش دیگه تقسیم میشه. دوباره پس این دو بخش دیگه میشن. مایعاتی که در خارج حجرات قرار داره ECF. درست است؟ ECF دو بخش دیگه تقسیم شد. یک از این را به نام پلازما والیوم یاد میکنیم. پلازما یعنی مایعاتی که در داخل و اویه های ما قرار داره، در پلازما واتر یا آبی که در او ساحه قرار داره. یکی او و دیگه هم اونو آبی که در انترستیشیوم قرار داره او رو میگیم انترستیشیال فلوید. یکی پی وی یا پلازما والیوم، دیگهش که از آی اس اف یا انترستیشیال فلوید. اینا رو ببینید extracellular fluid مایعاتی که در خارج حجرات قرار دارند، در داخل حجرات نیست، در خارج حجرات است. این که در خارج حجرات است یا در قسمت interstitium است، یعنی در مسافه بین حجرات موجود می باشد، در ایسا هم موجود است. درست است؟ یا هم در قسمت پلازما می باشد. پلازما خود blood volume که است، خود خون که است، blood که است از دو بخش تشکیل شده. درست است؟ یک پلازما هست، قسمت مایع خون که است او پلازما هست که در اینجا باز پروتین هم در این شامل می باشه، و خود مایعاتی که است آب که است در این ساحه می باشه، دیگهش که است حجرات می باشه، سلس است. درست است؟ منظور ما از پلازما است، قسمت مایع از خون. اونو قسمت که است مربوط به چی میشه؟ extracellular fluid میشه، مربوط به این میشه. خب اینال پلازما والیوم که است در کل 1/4 حصه، 1/4 حصه از extracellular fluid چی تشکیل داده؟
1/4 حصه پلازما والیوم تشکیل داده و 3/4 حصه دیگه 3/4 حصه دیگه انترستیشل فلوید تشکیل داده. یعنی اینمی 20% اینمی 20% اگر ما تقسیمات کنیم به 4 حصه بسازیم، از این 4 حصه 1/4 حصه از این در پلازما قرار داره و 3/4 حصه در قسمت انترستیشل فلوید قرار داره و به این شکل توتال بادی واتر هم بعضن در کتاب ها او را به 3 حصه تقسیم میکنن و میگن که 2/3 حصه از این که از در قسمت انترسلولر فلوید قرار داره و همچنان 1/3 حصه دیگه که از او در قسمت اکستراسلولر فلوید قرار داره. یعنی اینمی 60% که ما باید 3 بخش تقسیمش کنیم، 2/3 در اینجا تقسیم شد، 2/3 میبینید و 3 بخشش که تقسیم کنید 60% است، 20% میشه. 20% 40% که در اینجا باشه به این معنی است که 2/3 حصهش در قسمت انتراسلولر است و 1/3 در اوج است که یعنی 20% در اوج می باشه. به این شکل باز اکستراسلولر فلوید با 4 بخش تقسیم میکنن، یعنی 14 لیتر با چی میکنن؟ با 4 حصه دیگه تقسیم میکنن. وقتی که به 4 حصه تقسیم کنیم 1/4 حصه از این در قسمت پلازما قرار داره، تقریبا 3 لیتر. چقدر؟ یعنی 3 لیتر از این، یعنی 3 لیتر از اینمی 14 لیتر در اینجا قرار داره، در حالی که 11 لیتر دیگه از این در قسمت انترستیشیال فلوید قرار داره. درست است؟ پس این شد در مورد اکسترا سلولر فلوید که ما در موردش صحبت کردیم و گفتیم که در کل آب که در بدن قرار داره 60% وزن بدن تشکیل داده، به طور متوسط ما در موردش صحبت میکنیم و از این 60% به دو بخش تقسیم شد، انترا سلولر که داخل حجرات بود، اکسترا سلولر که خارج از حجرات بود. این که در داخل حجرات بود بیشتر است، در خارج حجرات کمتر است نسبتا. در خارج حجرات که باز به دو بخش تقسیم شد، گفتیم که پلازما و بعد از او همچنان در انترستیشیال فلوید که در مورد ازیا صحبت کردیم. همچنان در بعضی کتاب ها مثل در کتاب گایتون هال در مورد ازی صحبت میکنه که یک بخش کوچک دیگه از آب هم یک small component دیگهش هم موجود میباشه یا compartment دیگهش موجود میباشه که رو بنامه transcellular fluid یاد میکنیم. بنامه چیادش میکنیم؟ نوشته میکنیم در این قسمت transcellular fluid، یعنی از این دو دانه چی هست؟ از یا جدا تر است، از یا جدا هست. transcellular fluid مایعاتی که در کدام ساحات موجود می باشه؟ ببینید ساحات جزیره بگم، مایعاتی که در قسمت سینوویال موجود می باشه، سینوویال فلوید، سینوویال فلوید، یعنی سینوویال فلوید که در قسمت مفاصل موجود می باشه، در اصل او ترانسلولر فلوید می باشه به می شکل انترا اوکولر فلوید، یعنی مایعاتی که در قسمت چشم قرار داره، در داخل کره چشم قرار داره، ای هم از جمله ترانسلولر فلوید میه. مایع سی اس اف که است، سربرو اسپاینال فلوید، یک مایع است که در اطراف دماغ قرار داره و همچنین در اطراف اسپاینال کارد قرار می داشته باشه که میگیم سربرو اسپاینال فلوید برش یاد میکنیم، که هم دمی ساحه ای هم که است مربوط به ترانسلولر فلوید می باشه و به می شکل پریتوانیال که از مایعی که در پریتوان قرار داره و مایعی که در قسمت پریکاردیوم قرار داره، پریکاردیال فلوید. اینی مایعات که از این مایعات باز جدا از یا میان، جدا از انتراسلولر و اکستراسلولر میه که یک بخش کوچکش میه که را به نام ترانسلولر فلوید یاد میکنیم. تمام از این را که ما جمع هم کنیم گفته میشه که 1 تا 2 لیتر آب میشه در این ساحل. درست است؟ پس ای هم یک بخش دیگه است می باشه که در اکثریت کتابی ذکر نشده، فقط در کتاب گایتون هال ای ذکر شده. بعد از او یک گپ دیگه را که می خواهیم بگویم برای شما، در بلد یا در خون، در خون که است هم در اینجا انتراسلولر فلوید موجود است هم اکستراسلولر فلوید موجود است. چگونه؟ ببینید در این قسمت در مورد از این صحبت می کنم. بلد والیوم هم میگم، نوشته می کنم که بلد والیوم یا حجم خون در خون که از هر دویش موجود می باشه. ببینین هم انتراسلولر فلوید است هم اکستراسلولر فلوید است. ECF یا اکستراسلولر فلوید شما می فهمین که در اونجا پلازما والیوم است، یعنی پلازما است، در خود پلازما موجود است. اما همچنان در اینجا ICF موجود است، انتراسلولر فلوید، که در داخل حجرات RBC است، یعنی در داخل چی است؟ در داخل RBC موجود می باشه یا کرویات سرخ خون که برش میگیم، در داخل RBC، در داخل از یا مایعاتی که موجود می باشه و مربوط به چی میشن؟ انتراسلولر فلوید میشه. پس در خون هر دویش موجود است، هم در اینجا
ECF موجود است، هم ICF درجه میتونه موجود باشه. یک رول را در کتاب ها در مورد distribution of body water میگن که میگن 60, 40 و 20 رول. قانون 60, 40 و همچنان 20. قانون 60, 40 و 20 بر ما و شما ایره میگه که total body water که است، total body water 60% وزن بدن تشکیل میده. ICF یا intracellular fluid که است 40% وزن بدن تشکیل میده و به می شکل ECF یا extracellular fluid 20% وزن بدن را تشکیل میده. دکتر شیبای عزیز، ادامه بحث در ویدیوی بعدی بالاش صحبت میکنیم. خدا کنه که از ویدیوی امروزی یک چیز را آموخته باشین و داشته تیوی شما بزرده باشد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.